سلام روزتون بخیر امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه با یه ویدیو دیگه برگشتیم و تو این ویدیو قرار یه آپدیتی بریم به گاید ترون آف تایدمون که پیش از این گفته بودم زمانی که اطلاعات خودم در مورد این بخش زیاد بشه بیشتر توی پی تی این دانجر رو تست کنم میام این بخش رو کامل میکنم نکات مختلفی توی این بخش وجود داره که باید حتما راجبش بدونید ما توی این بخش کلا چهار مدل یا پنج مدل بیشتر نداریم ولی همین عدها های خطرناکی هست. اولین دسته عدی که قرار راجبش صحبت بکنیم آکوامیج ها هستن آکوامیج ها یک کس بیشتر ندارم به نام آکوابل است ولی این آکوابل است خیلی دمیج فوق العاده زیادی میتونه بزنه و توی دسته های 4 5 تایی قرار گرفتن و اگر این کست ها رو اینتراب نکنید دو سه تاش به یکی بخوره در جا وان میشه این Uh, تو شکی نیست پس باید حتما از این این هاتون توی این بخش استفاده کنید یه چیزی شبیه به uh, این پای آکیندون طراحی شدن که های طولانی ولی به شدت خطرناک. توی این دسته هایی که حالا میج ها قرار دادن ما هر از گاهی یه هانتر رو هم داریم. این هانتر ها یک بیشتر ندارم به نام پویزنس اسپیر اگه اشتباه نکنم و یه دیباف روی که تو میندازه که پویزن و کلاس هایی که پویزن رو دیسپل میکنن میتونه دیسپلش کنه این قضیه رو و کار عجیب غریبی نیست. اینکه این کس رفلکت میشه توسط وریور هنوز نمیدونم ولی باز هم اولویت رفلکتتون بعد این آکوابل بلاست ها چون زیادی میده ما بجز این دو تا دسته عدی که تا حالا راجع صحبت کردیم دو مدل عدی دیگه هم تو این بخش داریم یه دسته یه سری المنتال بزرگن که یک کس بیشتر ندارن به نام سوئل که یه چنلینگه و این چنل یه شادو دمیج زیادی به تانکتون میزنه حتما از دیفنسیو هاتون استفاده کنید تو این بخش و نکته دیگه ای که وجود داره یه سری عد کچکتری الیمنتال های کچکتری هستن به نام Unstable Corruption که دمیج خاصی کار خاصی نمی کنن، ولی زمانی که می میرن روی همه اعضای گروهتون یه دیباف شد و دمیج تیکن می دادن که این می به حسابی برای تانک ها خطرناک باشه چون دارن دمیج از سوئل می خورن که خودش شد و دمیجه این دیبافمون دزیزه پس یه سری کلاس ها مثل مانک مثل مثلا پریست میتونن این دیباف رو دیسپل کنن خیلی حواستون باشه که تانکتون رو همیشه دیسپل کنید چون کمبوی این ابیلیتی ها با هم میتونه حسابی خطرناک باشه آخرین نکته ای که اینجا وجود داره همون جوری که تو ویدیوی اصلی گفتیم این قسمت یه گانتلته یعنی چی یعنی ادها به صورت دائمی اسپان میشن همین عدهای ریزی که شادو دمیج روتون میندازن به صورت دائمی اسپان میشن پس اگر مردید از اول گانتلت اومدید اینها همراهتون میان اینها دوباره اسپان میشن همراهتون میان خیلی باید سریع این بخش رو رد کنید دوباره به تانکتون نزدیک بشید که اون بتونه اینها رو اگرو کنه و دوباره از این بخش رد بشید برید تا جای باس آخر پس اگه بخوایم خیلی سریع این گانتلت رو یه خلاصه ازش بگیم اینه که شما باید آکوابلست ها رو اولویت انترابتتون قرار بدید پویزن سپیر رو اگر تونستید استان کنید اگر نتونستید دیبافش رو دیسپل کنید حتما از روی تانکتون و بعد از اون دو مدل اد الیمنت الیمنتال داشتیم دسته های کچکتر اد های الیمنتال کچکتر که زمانی که میمیرن روتون تون شد و دمیش تیکن مینوزن و اد های بزرگتر که یک کس دارن به نام سوئل که باعث میشه تارگتشون یعنی تانک دمیج اضافه تری بخوره یه دمیج زیادی بخوره که با کمبوی اون شد و دمیج چیکن میتونه حسابی خطرناک باشه پس اگر میتونید دیسپل دیزیز داشته باشید حتما تانکتون رو دیبافش رو دیسپل کنید که دمیج اضافه تری از این سوئل ها نخوره ممنون که وقت گذاشتین این آپدیت رو دیدید فعلا خدا نگهدار